خب به نام خدا و با سلام، عصر بخیر. انشالله که حالتون خوب باشه و سلامت باشید. خوشحالم که با شما امروز آشنا میشم. انشالله که همتون سالم و سلامت باشید. خب خدمت عرض کنم که بچهای خوب 11 که انشالله در سال آینده قراره که وارد بحث 12 و امتحان نهایی و کنکور بشید، خب خدمت عرض کنم که مسیر خیلی قشنگی رو میخوان شروع کنیم، مسیری پر از هیجان و پر از فراز و نشیب که در سال 12 امسال قشنگترین سال در واقع تحصیلی شما خواهد بود و هیچ وقت فراموشش نخواهید کرد. پر از هیجان هست، این هیجانش واقعا جالب هست و دیگه اون حالت بخور به خواب و یه سال قبل رو نداریم. بر سال به حال برای ورود به این سال خب قرار شده که یه سری کلاسایی برای بچه‌ها بذاریم، برای بچه‌ها 11 که اونا برخار با این فرآیند آشنا میشن، با مسیرش آشنا میشن، با دبیرایی که تو این مسیر دارن فعالیت میکنن آشنا میشن و تصمیم بگیرن که به چه صورت هست. لذا هدف از این برنامه آموزشی که الان امروز گذاشتیم اینه که شما با فرآیند شیمی، آموزش شیمی و اینو آشنا بشید. درس شیمی بچه‌ها یه درس بسیار بسیار مفهومیه، به طوری که بچه‌ها شیمی 10، 11، 12 همه به هم وصل هستش و به همین خاطر وقتی میخوام به یه نفر شیمی درس بدیم باید از 10 شروع کنیم. 10 اول کامل یاد بگیره، کامل جزئیات یاد بگیره، بعد 11 و بعد 12. و برای همین بچه‌ها چیزی که الان من شما میخوام درس بدم، من یکی از مفاهیم شیمی 11 رو به عنوان در واقع بحث نمونه میخوام براتون درس بدم که شما با شیوه کار در واقع آموزش مفهومی شیمی که خب روش کار من هست آشنا بشین. ولی در کلاس کنکور که انشالله در تابستان شروع خواهد شد، از بعد از کنکور احتمال از تیر ماه شروع خواهد شد، فرآیند به این شکله که ما در واقع از 10 شروع میکنیم، 10 میگیم کامل با جزئیات، بعد 11 میگیم با جزئیات و بعد 12 رو، به طوری که بچه‌ها شما باید به یک نگرش برسین، یک نگرش کلی که بتونین همه رو تجزیه و تحلیل کنین. و به همین خاطر امروز که من دارم به شما درس میدم ممکنه که خدمت عرض کنم که در بعضی قسمت‌ها شما خب مثلا اشکالاتی داشته باشین. لذا لطفاً اگر موردی بود و شما متوجه نشدین حتما از من بپرسین، تایپ کنین، من پیامتون رو می‌بینم اینجا. ضمناً سعی می‌کنم که به جزئیات حتما توجه کنم، آرام درس بدم و توی این دو جلسه‌ای که برای شما پیش بینی شده، یعنی امروز و هفته آینده، بتونم سینتیکو براتون آماده کنم. هدف از این کار اینه که بچه‌ها شما هم با سینتیک آشنا بشین، هم تو امتحان ترم خودتون استفاده خواهید کرد، هم با روش کار من آشنا بشین و انشالله که بتونیم در طول سال آینده دوباره با همدیگه کل شیمی رو بررسی کنیم. خب پس من سینتیک رو براتون شروع میکنم بحثشو و خدمت عرض کنم که لطفاً با من همراه باشین. خب در قسمت اول بچه‌ها درس میخوام روی این مسئله صحبت کنم که اصلا سینتیک چی هست. خب شما با خود سینتیک آشنا هستین. سینتیک شاخه‌ای از علم شیمیه که در مورد سرعت انجام واکنش شیمی بحث میکنه. این میشه سینتیک بچه‌ها. لذا ما میخوام این بچه‌ها یه واکنش آهسته انجام میشه، کند انجام میشه، سریع انجام میشه، این میشه سینتیک. وقتی میخواد یک واکنشی انجام بشه و در واقع واکنش دهنده به فرآورده تبدیل بشن، سرعت واکنش‌های مختلف با همدیگه متفاوته که شما توی درس 11 باهاش آشنا هستین. بعضی از واکنش‌ها بسیار بسیار سریع هستن، بعضی از واکنش‌ها بسیار بسیار کند هستن. خب این رو بچه‌ها در کتابتون آهنگ واکنش هم در نظر گرفته که به نوعی همون سرعت واکنشه که ما میتونیم بگیم بچه‌ها آهنگ واکنش متناسب با سرعت واکنشه. هر چه آهنگ یک واکنش بیشتر باشه سرعت واکنش بیشتره، هر چه آهنگش کمتر باشه سرعت واکنش کمتره. خب حالا سرعت رو چی تعریف می‌کنیم؟ اگه بخوام سرعت رو براتون تعریف کنم بچه‌ها دقت کنید. خب سینتیک بچه‌ها شاخه‌ای از علم شیمی که در مورد سرعت داره چیکار می‌کنه بچه‌ها بحث می‌کنه. خب اگه من می‌خوام سرعت رو براتون تعریف بکنم میام اینطوری بهتون میگم، لطفا نگاه کنیم. خب میگیم سرعت میشه تغییرات نسبت به زمان. ببین بچه‌ها هر چیزی که در جهان تغییر بکنه اگه ما اون تغییرات رو نسبت به زمان اندازه بگیم میشه سرعت. به همین خاطر من میتونم بگم سرعت x میشه تغییرات x نسبت به زمان. و به همین خاطر ما انواع سرعت داریم بچه‌ها. سرعت حرکت کردن، سرعت راه رفتن، سرعت تایپ کردن، سرعت حرف زدن، سرعت غذا خوردن، سرعت نوشتن و خیلی سرعت‌های دیگه که بچه‌ها شما می‌خواید در روزمره استفاده کنید. پس سرعت بچه‌ها فقط محدود به حرکت یه اتومبیل نیست. خب پس ما میتونیم برای واکنش هم سرعت داشته باشیم. خب هر چیزی که تغییر کنه بچه‌ها ما میتونیم براش سرعت داشته باشیم. مثلا فرض کنیم که یه واکنش داریم، آ میدهد به، آ میدهد به. خب وقتی یه واکنش داره انجام میشه آیا تغییرات رخ میده؟ بله. این تغییرات برای چی رخ میده؟ برای آ. پس برای آ تغییرات رخ میده، پس من میتونم یک سرعت در واقع برای آ داشته باشم. ببین چی میگیم بچه‌ها. ببین میگیم سرعت
مصرف آ. وقتی میگم سرعت مصرف آ یعنی آ در حال مصرف شدنه، با چه سرعتی داره مصرف میشه؟ آیا ب تولید شده؟ بله. آیا ب دچار تغییرم شده؟ بله. پس من میتونم برای ب هم یه سرعت داشته باشم، بهش میگیم سرعت تولید ب. لطفا توجه کنین آ یه واکنش دهنده است در حال مصرف شدنه. ببخشید، سرعت تولید ب. خب آ در حال مصرف شدن یه واکنش دهنده است، پس میشه سرعت مصرف آ. ب یه فرآورده است در حال تولید، پس میشه سرعت تولید ب. سرعت مصرف آ، سرعت تولید ب. خب حتما بچه‌ها میدونین، ولی به صورت خیلی خلاصه براتون میگم، یه واکنش شیمیایی از لحظه که شروع میشه و تا انتها سرعتش ثابت نیست. سرعت واکنش‌های شیمیایی در حال کم شدنه، یعنی اول سرعت زیاده بعد سرعت کم میشه، که من تو قسمت نمودارها بعداً براتون توضیح خواهم داد. خب چون سرعت بچه‌ها واکنش‌های شیمیایی در حال کم شدنه، ما نمیتونیم بگیم سرعت مصرف آ، باید بگیم سرعت متوسط مصرف آ. سرعت متوسط مصرف آ. اینجا بگیم سرعت متوسط تولید ب. به همین خاطر سرعت متوسط مصرف آ داریم سرعت متوسط تولید ب. خب حالا سرعت متوسط مصرف آ چی میشه؟ میشه مقدار آی مصرف شده بخش بر زمان، و سرعت متوسط تولید ب میشه مقدار ب تولید شده بخش بر زمان. همین. پس شما هر سرعت خاصی اندازه بگیرین برای هر مادی، ببینین چقدر تولید شده یا چقدر مصرف شده، بخش بر زمانش بکنیم میشه سرعت، سرعت مصرف یا تولید همون ماده که به دست میاریم. خب حالا یه سوال پیش میاد، واحد سرعت چیه؟ معمولا اینجور موقع وقتی به بچه‌ها سری میگی واحد سرعت چیه، اونا ناخودآگاه طبق یک عادتشون میگن متر بر ثانیه. خب بچه دقت کنید، خیلی جالبه، مگه نگفتم سرعت حرکت اتومبیل چیه بر حسب چی بیان میشه؟ مگه نگفتم حرکت یه ذره به سرعتش چیه؟ من جو گفتم سرعت تعریفش چیه. بچه شما باید بگین وقتی میگیم سرعت تعریفش چیه، بگین چه چیزی داریم اندازه میگیریم، این تغییرات چه ماده ای هست. خب آیا سرعت تایپ کردن، آیا سرعت نوشتن، آیا سرعت حرف زدن، آیا سرعت واکنش، سرعت چیه؟ خب ما وقتی میگیم سرعت واکنش، آ داره تغییر میکنه. خب مقدار آ رو بر حسب چی داریم اندازه میگیریم؟ میتونیم مقدار آ مصرف شده رو بر حسب مول آ مصرف شده باشه. به همین خاطر واحد سرعت اینجا چی خواهد بود؟ مول بر زمان خواهد بود. یعنی اگه ما مول رو اندازه بگیریم میشه مول بر زمان. اگه مقدار آ اندازه گیری شده بچه‌ها، بیام جرم آ رو اندازه بگیریم، میشه گرم بر زمان. بچه اینکه می‌نویسیم زمان به خاطر که نمی‌دونیم حالا ثانیه باشه، دقیقه باشه، ساعت باشه، مهم نیست بچه‌ها، به هر حال زمانه بچه‌ها. خب اگه ما مقدار آ رو بر حسب حجم آ رو اندازه بگیریم میشه لیتر بر زمان. و اگه شما بیاین بچه‌ها غلظت آ رو اندازه بگیرین، در واقع مولاریته آ رو اندازه بگیریم، تغییراتشو میشه مولار بر زمان. پس خیلی جالب شد بچه‌ها، ببینید لطفاً توجه کنید، واحدش میتونه بچه ها مولار بر زمان باشه، لیتر بر زمان باشه، گرم بر زمان باشه و مول بر زمان باشه. خب این واحد سرعت بچه ها برای مسرعت مصرف آ. جالب بدید بچه ها، برای خدمت هاش کنم که فراورده ها یعنی برای ب هم دقیقا همینه، و ما همین سرعت ها رو خواهیم داشت. البته بگم بچه ها، واحد مول بر زمان و مولار بر زمان بیشتر استفاده میشه. چرا؟ چون در واکنش های شیمیایی ما از اون چیکار میکنیم بچه ها؟ بیشتر استفاده خواهیم کرد. پس این میشه واحد سرعت که برای سرعت مصرف یا سرعت تولید رو چیکار میکنیم اینجا باش مصرف در واقع مطرح میکنیم. خب پس این سرعت مصرف و تولید که براتون گفتم، لطفا نگاه کنیم. خب پس بچه ما میتونیم بگیم سرعت واکنش، منظور از سرعت یک واکنش چی خواهد بود؟ مقدار آی مصرف شده بخش بر زمان، یا مقدار ب تولید شده بخش بر زمان. و واحدهای سرعت میتونه مولار بر زمان، مول بر زمان، لیتر بر زمان یا گرم بر زمان باشه. خب حالا جالب بدونین در سینتیک، چون واحد سرعت میتونه متفاوت باشه همیشه و بدون استثنا، وقتی که در واقع دارن چیکار میکنن بچه‌ها، سرعت یک ماده رو بیان میکنن، حتما واحدشو میگن، میگن به حسب چه واحدیه، واحدشو به شما خواهند گفت. پس توی محاسبات سرعت همیشه به ما واحد شو خواهند گفت. خب بیام سراغ بچه ها قسمت بعد. حالا میخوام همه صحبت های خودم بچه ها به صورت چی بیان کنم؟ به صورت ریاضی بیان کنم. اگه بخوام بچه ها سرعت ها رو به صورت ریاضی بیان بکنم، یه سوال بپرسم بچه ها، تا اینجا صحبت هایی که گفتم همه فهمیدیم؟ لطفا جواب بدیم. بگیم بچه ها. بسیار عالی، آفرین. لطفا هر موقع براتون سوال بپرسن سعی بپرسید. خب حالا خدمتتون کنم که بیام سراغ وایت بورد. خوب دقت کنید. خب همه صحبتامون بچه ها میخوام چیکار کنم؟ همه صحبت ها رو میخوام یه بار دیگه بگم، ولی به صورت ریاضی بیانشون کنم. چطوری؟ نگاه کنید. سرعت متوسط مصرف آب. سرعت متوسط مصرف آب.
سرعت متوسط مصرف آ. خب میشه تغییرات مول آ. خب پس میگم دلتای ان آ. بچه ها ان آ رو بگین مول آ. بچه ها ان آ رو بگین مول آ. خب اینجا ان نماینده مول هست بچه ها. دلتای ان آ بچه ها یعنی تغییرات مول آ. خب تقسیم بر دلتا تی، تقسیم بر دلتا تی که زمان میشه بچه ها، تقسیم بر دلتا تی. خب پس من تغییرات مول آ نسبت به دلتا تی. خب حالا دلتا بچه وقتی میگیم تو شیمی 11 فصل 2 خوندید، وقتی میگفتیم دلتا اچ نمیشد اچ 2 منها اچ 1، وقتی میگیم دلتا تی میشه تی 2 منها تی 1، وقتی میگیم بچه ها دلتا ان میشه ان 2 منها ان 1. پس دلتای ان آ برابر میشه با ان 2 منهای ان 1، یعنی ان 2 آ منهای ان 1 آ. خب حالا بچه ها مول آ چون آ واکنش دهنده است و داره مصرف میشه، پس بچه ها مولش در لحظه دوم یعنی ان 2 از ان 1 کوچکتره، یعنی بچه ها ان 2 آ کوچکتر از ان 1 آ. چرا؟ چون داره مصرف میشه. خب ما چه نتیجه میتونیم بگیریم بچه ها؟ پس میتونیم نتیجه بگیریم، میتونیم نتیجه بگیریم از اینجا که دلتای ان آ چیه؟ منفیه. خب دلتای ان آ منفیه. خب یه سوال، آیا سرعت میتونه منفی باشه؟ بچه جواب بدین لطفا همه. بله خیر نمیدونم از کجا باید بدونم جواب. بچه من بعضی موقع از شما سوال میپرسم چهار تا گزینه میگم، میگم بله خیر نمیدونم از کجا باید بدونم. این نمیدونم و از کجا باید بدونم برای بچه‌هایی که یه چیز رو نمیدونن، خب میگن نمیدونم. یکی میگه من کجا باید میدونستم. خب از من ببن بگین بچه ها، من به شما توضیح میدم. لطفا بگین سرعت میتونه منفی باشه یا نه؟ بله خیر نمیدونم از کجا باید بدونم. آفرین بچه ها، سرعت نمیتونه منفی باشه. اصلا سرعت منفی نیست، سرعت تغییرات نسبت به زمانه. تغییرات دیدی چقدر تغییر کرده؟ هیچ وقت بچه ها، هیچ وقت، همیشه سرعت مقداری مثبته. لطفا بچه هایی که بهش توجه نداشتن از این بعد توجه کنن، بگن که سرعت یک کمیت مثبت است. بچه سرعت یک کمیت مثبته، این همیشه درجه کنی. خب حالا اگر سرعت یک کمیت مثبت باشه، دقت کنید این سرعت باید مثبت باشه، دلتای ان آ بچه منفیه، پس اینجا یه منفی میذاریم تا چی بشه بچه، تا این درست بشه. این منفی رو میدونیم برای چی گذاشتیم، این منفی رو برای این گذاشتیم که سرعت مثبت بشه، و همین خاطر سرعت متوسط مصرف آ رو میگیم منهای دلتای ان آ به دلتا تی. خب برای بی بچه ها دقیقا همینه، چون وقتمون میخوام خیلی گرفته نشه، من سریع مینویسم، مینویسم دلتای ان بی به دلتا تی، چون این فراورده است بچه ها و داره تولید میشه، دلتای ان بیش بچه ها مثبته، یعنی این مثبته، پس دیگه علامت مثبت نمیخواد، لذا یه تفاوت جالب پیش اومد. چه تفاوتی؟ دقت کنیم، برای یک واکنش دهنده بچه ها اینجا یه منفی گذاشتیم، ولی برای فراورده دیگه مثبته، دیگه خودش دیگه نیاز به منفی نداره بچه ها. لطفا همراه باشین با من ببینین. خب پس اینجا ما آره آره تعریف کردیم، چی رو تعریف میکنیم؟ آره آره تعریف میکنیم منهای دلتای ان آ به دلتا تی، و آره بی رو تعریف میکنیم دلتای ان بی به دلتا تی. اینو من بعدا ازش استفاده خواهم کرد. خب بریم صفحه بعد بچه. خب صفحه بعد بچه یک کار جالب میخوام بهتون یاد بدم، این همه جا ازش استفاده کنین، تو دهم، تو یازدهم، تو دوازدهم، همه جای شیمی ازش استفاده کنین. چطوریه؟ نگاه کنین، این خیلی کاربرد داره. خب ببینین بچه، واحد های مقدار بچه، ما اگه تو شیمی بخوام مقدار ماده رو اندازه بگیریم، از یک از این چهار تا واحد استفاده میکنیم، یا از مول استفاده میکنیم، یا از جرم استفاده میکنیم، یا حجم یا تعداد. یعنی بچه وقتی میخوام مقدار یک ماده رو بشماریم، یا مولش رو میگیم، یا جرمش رو میگیم، یا حجمش رو میگیم، یا تعداد. تو مسائل شیمی و تو استوکیومتری همیشه یک از این چهار تا رو میارن. خب حالا اگه این چهار تا رو شما بشناسین، که میشناسین و بتونین سری به هم تبدیل کنین، یعنی که شما در حل مسائل شیمی خیلی مهارت پیدا میکنین. این چهار تا بچه با هم دیگه این ارتباطو دارن، این چهار تا با هم این ارتباطو دارن. نگاه کنین، من اگه مول رو این وسط بنویسم و اینجا بنویسم جرم، اینجا بنویسم حجم، و اینجا بنویسم تعداد، خب این ارتباط برقرار میکنیم. خب حالا مول، بچه دقت کنید، عدد مول، مقدار مول حتما از جرمش، از حجمش و از تعدادش کوچکتره. یعنی بچه مول یک ماده از جرمش حتما کوچکتره. سبکترین ماده موجود در جان هیدروژن، جرم مولش 2 گرم بر موله، یعنی یه مولش 2 گرمه.
یک مولش دو گرمش، یعنی مولش از نظر عددی از جرمش که دویه چی خواهد بود؟ کمتره. میخوام چه نتیجه بگیرم؟ نتیجه که میخوام بگم این بچه ها، اگه از مول بخوام بریم به جرم، از مول بخوام بریم به حجم، از مول بخوام بریم به تعداد، یعنی مول به جرم تبدیل کنیم، مول به حجم تبدیل کنیم، مول به تعداد تبدیل کنیم، حتما باید ضرب انجام بدین. حتما با ضرب انجام بدین. چرا؟ چون با به عدد بزرگتر برسین. خب اینجا ضرب در جرم مولی میکنین، اینجا ضرب در حجم مولی میکنین 22.14، اینجا ضرب در عدد آووگادرو 6.02، ضرب در 10^23 تو عددتون بزرگتر بشه. خب حالا اگه خواستین جرم به مول تبدیل کنین، حجم به مول تبدیل کنین، تعداد به مول تبدیل کنین، به عبارت دیگه بچه‌ها برگردیم اینوری، برگردین عقب بچه‌ها. اگه بخوام برگردیم به مول، حتما باید تقسیم کنین. چرا؟ چون باید عدد کوچیک‌تر بشه. حتما باید بچه‌ها تقسیم کنین. تقسیم بر جرم مالی، تقسیم بر حجم مالی و تقسیم بر عدد آووگادرو. ببینید بچه ها از این بعد این لطفا اینجا جواب بدید. مثلا من به شما میگم که 4.8 گرم منیزیم داریم. به محض میگم 4.8 گرم منیزیم، بگین 4.8 تقسیم بر 4.8 تقسیم بر 24 مول منیزیم داریم. دیگه من بچه ها 4.8 تقسیم بر 24، 24 جرم مولی منیزیمه. وقتی میگه 4.8 گرم داریم تقسیم بر جرم مولیش میشه مول منیزیم. دیگه من دیگه نمیخواد روش خطی رو بنویسم. ما میخوام وارد بحث کنکور بشیم دیگه. دیگه نمیخوام روش خطی رو استفاده کنیم. خیلی بچه ها باید راحت‌تر به جواب برسیم. مثلا توی تست به شما میگن که 5.6 میلی‌لیتر گاز هیدروژن داریم. خب به محض میگه 5.6 میلی‌لیتر گاز هیدروژن در شرایط STP، شما میگین 5.6 تقسیم بر 22.4 مول هیدروژن داریم. این میشه بچه ها 1/4 که میشه 25 صدم. این میشه 25 صدم مول هیدروژن. ببینید پس شما به معنی که بچا تقسیم بر 24 کردیم میشه مول، تقسیم بر جرم مولش کردیم میشه مول. این میشه بچا تبدیل به مول. برعکسش هم صادقه، برعکسش هم صادقه. نگاه کنید مثلا توی تست به شما همچی چیزی میدن، میگن که 0.4 مول سدیم داریم، مینویسیم 0.4 ضرب در 23 گرم سدیم داریم، تمام شد دیگه. به شما میگن 0.2 مول گاز اکسیژن در شرایط STP داریم. خب شما میگین 0.2 ضرب در 22.4 مول گاز اکسیژن داریم، تموم شد. چرا؟ چون قرار بوده به اشتباه کردم، عذرخواهی میکنم، اینجا بنویسیم لیتر. چون قرار بوده بچه به لیتر برسم دیگه، چون قراره به لیتر برسم حتما با ضرب کنم. این به موجه میشه که شما ازش بتونین راحت استفاده کنین. این بچه ها دیاگرامی که اینجا آوردم ببینین، این دیاگرام بچه ها بعدن در اختیارتون قرار میدن، اگه گروهی چیز باشی اینو براتون میذارن. فهمیده چطور از این استفاده کنیم بچه ها؟ مول به جرم به حجم به تعداد. اوکی؟ رد بشه بچه ها از این قسمت؟ آفرین مارال، نرگس آفرین بچه ها، بسیار عالی، آیلین، ستاره بسیار عالی، زکریا، فاطمه بسیار عالی، آفرین بچه. خب حالا میخوام بریم بچه مسئله براتون حل کنم. از اینجا بعد میخوام براتون مسئله حل کنم. لطفا با من همراه باشین تا بهتون بگم چجوری مسئله سینتیک رو حل کنیم. لطفا فقط جواب بدین، من از شما میپرسم، شما باید با من ارتباط خیلی خوبی داشته باشین. خیلی عالیه، تا اینجا تقریبا یک طرفه درس دادم، چون در واقع یه بحث استدلالی بود، ولی از اینجا بعد حل مسئله است. باید یاد بگیریم مسئله سینتیک رو حل کنیم بچه‌ها. به چه صورت؟ خوب دقت کنید. خب ما میام مسائل سینتیک رو به دو دسته تقسیم میکنیم و شما حتما بهش توجه کنین. یک، مسائلی که تو اون بچه ها به شما سرعت رو داده. دو، مسائلی که در داخل اون سرعت رو از شما خواسته. همین، سرعت داده، سرعت خواسته بچه ها. لطفاً به سوال یک نگاه کنین بچه ها. گفته در واکنش سوختن منیزیم، در واکنش سوختن منیزیم، خب خب گفته در واکنش سوختن منیزیم بچه ها در مدت زمان 30 ثانیه 6 گرم منیزیم بسوزه، سرعت متوسط مصرف منیزیم بر حسب مول بر دقیقه چقدر؟ خب یه بار بچه ها لطفا شما هم بخونین، در واکنش سوختن منیزیم اگر در مدت زمان 30 ثانیه 6 گرم منیزیم بسوزد، سرعت متوسط مصرف منیزیم بر حسب مول بر دقیقه چقدر؟ لطفا همه جواب بدین. به نظر شما تو این سوال بچه ها سرعت داده یا سرعت خواسته؟ همه تاتون بچه ها بگین سرعت داده یا سرعت خواسته. یگانی آفرین بچه ها، شهرام، همه لطفا، نرگس، فاطمه، آفن، سیما، یگانه،
سرعت خواسته. خب سوال بچه ها، بعد از اینکه میگن سرعت خواسته، سرعت بر حسب چه واحدی خواست بچه ها؟ خودش سرعت رو خواسته بچه ها، سرعت رو به شما داده. خب بر حسب چه واحدی سرعت رو خواسته بچه ها؟ مول بر دقیقه. پس دقت کنید وقتی به شما میگه سرعت چقدره، ببینید واحدش چیه. اینو آیتمایی باید بهش توجه کنید، بر حسب مول بر دقیقه. پس سرعت بر حسب مول بر دقیقه خواسته. بسیار عالی. سوال بعدی لطفا میگین الان سرعت کدوم ماده رو خواسته؟ سرعت منیزیم رو خواسته. پس شما میگین که آره منیزیم رو از شما خواسته. خب وقتی شما سرعت منیزیم رو خواستین، مسئله اطلاعات کدوم ماده رو داده؟ لطفا نگاه کنین الان این گرمی که داده، گرم منیزیم یا گرم اکسیژن یا گرم منیزیم اکسیده؟ گرم کدوم ماده رو داده؟ گرم منیزیم رو داده. لذا به دقت کن، خیلی جالبه، سرعت منیزیم رو میخواد، اطلاعات منیزیم هم داده. توجه کردین بچه ها؟ لطفا همه جواب بدین، سرعت کدوم ماده رو میخواد بگین لطفا. منیزیم. اطلاعات کدوم ماده رو داده؟ اطلاعات کدوم ماده رو داده؟ بازم منیزیم. خب سوال، آیا به نظر شما نیاز به معادله شیمیایی داریم؟ چون سرعت منیزیم داده، سرعت منیزیم خواسته، آیا نیاز به اطلاعات، نیاز به معادله شیمیایی داریم؟ خیر، ما نیاز به معادله شیمیایی نداریم دیگه. پس من سرعت منیزیم رو خواستم. خب شما واحدش اینجا بنویسید بچه‌ها، واحدش رو خواسته، چی خواسته؟ مول بر دقیقه خواسته. ببینید سرعت منیزیم بر مول بر دقیقه خواسته. کافیه شما چیکار کنیم بچه‌ها؟ کافیه مول رو تقسیم بر دقیقه بکنیم. خب می‌سیم 6 24 مول تقسیم بر 30 60 دقیقه. نگاه کنید بچه‌ها، چون ما مول بر دقیقه می‌خوایم، مول رو بر دقیقه تقسیم خواهیم کرد. از این من ما با بچه‌ها، من کلا توی روش خودم توی شیمی که بچه‌ها درس می‌دم، به واحدها خیلی توجه دارم. واحدها برای من بسیار بسیار اهمیت داره، به خاطر که وقتی به واحد نگاه می‌کنیم، خودش داره به ما میگه وقتی شما مول بر دقیقه می‌خواید، خب مول رو بر دقیقه تقسیم می‌کنید. خب این جوابش بچه‌ها میشه چقدر؟ این میشه 1/4، این هم میشه 1/3. درست بچه‌ها؟ این میشه 1/4، میشه 1/3. ها 36 میشه 1/2، ببخشید این میشه 1/2، این میشه 1/2، در کل میشه بچه ها نیم مول بر دقیقه. بچه ها الان من سرعت متوسط مصرف منیزیم رو چقدر به دست آوردم؟ نیم مول بر دقیقه به دست آوردم. این میشه سرعت متوسط مصرف منیزیم. متوسط چطور شد بچه ها؟ بسیار عالی. آفرین فاطمه. ها دوتا فاطمه با هم جواب دادن، عالی بود. خب پس سرعت متوسط مصرف منیزیم میشه نیم مول بر دقیقه که براتون گفتم. خب خب پس ما واکنش داریم بچه ها، جمع بندی کنیم سرعت رو بر مسائل سینتیک رو به دو دسته تقسیم می‌کنیم، سرعت رو داده، سرعت رو خواسته. می‌ریم سوال بعدی رو با همدیگه حل کنیم. نگاه کنیم بچه ها، سوال دو یه خود سریع‌تر میگم بچه ها. در واکنش فلز منیزی آلومینیوم با محلول سوفوریک اسید چنانچه در 20 ثانیه دوم، بچه ها در 20 ثانیه دوم، بچه ها وقتی میگه 20 ثانیه دوم یعنی خودش 20 ثانیه است. بچه ها من میشم میگم تو نیم ساعت اول کلاس میخوام امتحان بگیرم. خب پس بچه وقت آزمون تو چقدر؟ نیم ساعته. میگم تو نیم ساعت دوم میخوام امتحان بگیرم، بازم همون نیم ساعت دیگه. شما نمیگید تو نیم ساعت دوم یک ساعت وقت داریم که. وقتی میگم نیم ساعت دوم، دقیقا همون بازه است بچه ها. در 20 ثانیه دوم از شروع واکنش 5.6 لیتر گاز هیدروژن بچه ها در شرایط استیپی تولید شده. خب سرعت متوسط تولید گاز هیدروژن به حسب مول بر دقیقه چقدره؟ لطفا همه جواب بدین. خب اینجا گفته که اینجا 6 گرم به مول تبدیل کردین. خب آره دیگه، نگاه کنین. مرسی کیارش. بچه ها نگاه کنین لطفا، اجازه من سوال بچه ها بگم. ببینیم بچه ها، ما باید حتما گرم به مول تبدیل کنیم، ولی نمیام جدا جدا این کار انجام میدیم، توی همون رابطه اصلی انجام میدیم. یعنی ما چیکار میکنیم؟ اون 6 رو تقسیم بر 24 میکنیم میشه مولش، و تقسیم بر دقیقه میکنیم میشه سرعتش. ما حتما باید این کار انجام بشه. وقتی مسئله به شما گرم داده، سرعت رو براتون مول خواسته، که خود طبیعیه. حالا معمولا بچه‌ها میان در حاشیه اول گرم به مول تبدیل می‌کنن، جدا جدا این کار انجام میدن. ما می‌خوایم این کارو همزمان انجام بدیم. دقت کنید بچه‌ها، الان تو این سوال اطلاعات هیدروژن داده، سرعت گاز هیدروژن رو خواسته. پس من می‌نویسم آر هیدروژن. خب بر حسب چه واحدی خواسته؟ بر حسب مول بر دقیقه خواسته. چون مول بر دقیقه خواسته، ما کافیه مول رو بر دقیقه تقسیم کنیم. پس 5.6 تقسیم بر 22.4 مول بخش بر دقیقه بچه‌ها، دقیقمون چقدر بوده؟ 20/60 دقیقه. همین.
ثانیه به دقیقه تبدیل میکنی. آفرین، ثانیه به دقیقه تبدیل میکنی. ببین بچه ها، میتونین تیکی تیک هم این کار انجام بدین، درسته، ولی ما وقتی میخوام سرعتمون توی شیمی بره بالا و میخوام یه تست رو حل بکنیم، چون دیگه ببین بچه ها، الان ما هدف این کلاسمون امتحان تشریحی نهایی یا امتحان تشریحی کلاس نیست، هدف ما فرآیند تستی بچه ها، که شما سریع به جواب برسین. خب جواب این اگه به دست بیاریم میشه 1/4 تقسیم بر 1/3 که میشه 3/4 میشه 75 واحدش هم مول بر دقیقه است. این میشه بچه ها واحد این مسئله و حلش کردیم. خب آیا خب سوال بچه ها، شهرام گوش بدین، شهرام لطفا جواب بدین، خیلی خیلی مهمه، خود شهرام جواب بده. الان اطلاعات کدوم ماده رو به ما داده؟ هیدروژن. اطلاعات هیدروژن داده. سرعت کدوم ماده رو خواسته؟ هیدروژن. بچه ها وقتی شما اطلاعات هیدروژن دارین و سرعت هیدروژن میخوان، نیاز به واکنش نداریم. ما زمانی نیاز به معادله داریم بچه‌ها که اطلاعات یه ماده رو به ما بدن، سرعت یه ماده دیگر از ما بخوان. خب الان شهرام نگاه کن، الان اطلاعات هیدروژن رو میداد، میگفت سرعت مصرف آلومینیوم چقدره. حتما ما چی لازم داشتیم؟ معادله لازم داریم که توی قسمت بعد میرسیم بچه‌ها. اینجا هم نیاز به معادله نداریم بچه‌ها، لطفاً سال بعد. خب گفته در واکنش تجزیه دی نیتروژن پنتاکسید در زمانهای 5 و 7 دقیقه از شروع واکنش به ترتیب 1.2 و 1.8 مول اکسیژن تولید شده. لطفا توجه کنید اینو برای که درکش کنید، من یه خط بکشم اینجا، نگاه کنید بچه ها، اینو بگیریم محور زمان، این باشه محور زمان. خب این باشه زمان شروع 0 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9. خب این دقیقه است بچه. خب بچه گفته در زمان 5 دقیقه اینجا 1.2 تولید شده و در زمان 7 دقیقه هم 1.8 تولید شده. چه ماده ای؟ اکسیژن، O2. خب لطفا میگیم بچه ها الان در زمان 5 تا 7 چند دقیقه طول کشیده؟ 2 دقیقه. خب تو این 2 دقیقه چقدر اکسیژن تولید شده؟ خب از 1.2 رسیده به 1.8. ما مقدار تولید شده در همون بازه رو میخواییم. لطفا تایپ کنین چقدر تولید شده. آفرین بچه ها، آفرین هانیه، سیما، فاطمه، 0.6 تولید شده. پس عملا 0.6 تولید شده. خب حالا سرعت چه ماده رو خواسته؟ گفته سرعت متوسط تولید اکسیژن. همه جواب بدید بچه‌ها، شهرام هم حتما جواب بده. بچه‌ها به نظر شما الان تو این سوال سرعت دادی یا سرعت خواسته؟ سرعت خواسته. خب سوال سرعت کدوم ماده رو خواسته؟ اکسیژن. اطلاعات کدوم ماده رو خواست داده؟ بازم چی؟ اکسیژن. بچه‌ها همه جواب بدین، ما نیاز به معادله داریم برای حل مسئله یا نه؟ نه، ما نیاز به معادله واکنش نداریم. پس ما راحت می‌نویسیم آر واکنش آر O2 برابر میشه با، خب واحدش چیه؟ واحدش رو به اسم مول بر ثانیه خواسته، خودش به ما داده. خب کارمون راحت شد. مول بر ثانیه چقدر اکسیژن بچه‌ها تولید شده؟ 0.6 مول اکسیژن. دیگه نباید بنویسین بچه‌ها 1.8، دیگه ننویسین 1.2، بنویسین 0.6 مول اکسیژن تولید شده. خب زمان چقدر بوده بچه‌ها؟ زمانمون چقدر بوده؟ 2 دقیقه. پس 2 ضرب در 60 ثانیه، همین 0.6 تقسیم بر 2 ضرب در 60 ثانیه، این میشه چی بچه‌ها؟ این میشه سرعت متوسط تولید اکسیژن. اوکی بچه‌ها، همه فهمیدین چطور شد؟ این سرعت رو برش این به دست آوردیم که این برابر میشه با خدمت هاش کنم که 1/200 که میشه 5000 مول بر ثانیه. اوکی معصومه، آفرین ازم، بسیار عالی، بسیار عالی. خب سوال قبلی رو بیارم؟ بله، چرا نشه، اینم سوال قبلی، اینم سوال قبلی. بیا محمد. خب بچه ها لطفا با دقت بچه ها، تا اینجا که مرسی معصوم جان، خواهش میکنم، تا اینجا فهمیدی بچه ها چه اتفاق افتاد؟ وقتی ما میخوایم یک مسئله سینتو کار کنیم، حتما باید به این جزئیات توجه کنیم. سرعت دادی، سرعت خواسته، واحدش چیه، چه مادیر داده، ما نیاز به مادیر داریم. همش سینتیک در اینی که بچه ها درس پیچیده به نظر میرسه، ولی خیلی ساده است، فقط کافیه ما یاد بگیریم صحیح بخونیم. لطفا با من همراه باشین. سوال 4، در واکنش تجزیه کلسیم کربنات اگر سرعت متوسط تولید گاز اکسیژن 0.4 مول بر دقیقه باشه. بچه‌ها تا همینجا یه سوال من جواب بدین، سرعت دادی یا سرعت خواسته؟ سرعت دادی. آفرین، سرعت دادی.
خب وقتی سرعت به شما داده لطفاً، وقتی به شما سرعت داده پس یک نسبت داده لطفاً حتما تناسب ببندید. ببینید بچه ها، من مسائل سنتی رو به این صورت حل میکنم. اگر به شما سرعت داده بودن لطفاً، اگر سرعت داده بودن خدمت هاش کنم که تناسب ببندیم. اگر سرعت خواسته بودن تناسب نبندین به هیچ عنوان، به واحدش نگاه میکنیم، به همون روشی که بهتون گفتم حلش میکنیم. من اینو براتون اینجا میخوام بنویسمش، چون برای من مهمه که نظم بگیره ذهن شما. هر موقع شما ذهنتون نظم گرفت، اون موقع میتونم بگم شما میتونین خودتون مسئله حل کنین. خب سرعت خواسته شده باشد، اینجا بگیم سرعت را خواسته باشد، میگیم روش حلش با توجه به واحد، همین واحد آن، همین تناسب نمیبندی بچه، فقط به واحدش نگاه میکنیم و اونو میگیم. حالا سرعت را داده باشد، اگه سرعت رو داده باشه بچه ها تناسب میبندیم همین دیگه، تناسب میبندیم. چطوری؟ لطفا با من همراه باشین. نیا سوال بعدی بچه نگاه کنیم. خب ما الان تو اینجا سرعت رو دادی. خب وقتی سرعت رو داده چه گاز کربونی چی خواسته؟ گفته در مدت زمان 300 ثانیه، لطفا در مدت زمان 300 ثانیه چند گرم کربن دی اکسید تولید خواهد شد. خب بچا سوال، الان سرعت کدوم ماده رو داده؟ CO2. اطلاعات کدوم ماده رو خواسته؟ بازم CO2 رو. بازم اطلاعات CO2 رو خواسته. چون اطلاعات CO2 رو خواسته پس ما نیاز به معادله نداریم. کلا دارم اینو تو ذهنتون تثبیت میکنم، اگر اطلاعاتی که داده یا خواسته با سرعتی که داده و خواسته یکی باشه ما نیاز به معادله نداریم. پس شما میگین سرعت CO2 داده، اطلاعات CO2 خواسته، پس من نیاز به معادله ندارم. خب بچا وقتی میگیم سرعت گاز کربن، سرعت بچا آره، وقتی میگیم آر CO2 0.4 مول بر دقیقه است، یعنی چی؟ یعنی توی یه دقیقه 0.4 مول بچه ها چی؟ CO2 مصرف میشه، CO2 تولید میشه توی یه دقیقه، 0.4 مول CO2 تولید میشه. خب حالا چقدر داریم بچه ها؟ توی 300 ثانیه چقدر داریم بچه ها؟ خب نگاه کنین، این واحدش دقیقه است، این واحدش ثانیه است. برای اینکه اینو با هم واحد بشن شما دوتا کار میتونین انجام بدین، میتونین اینو به دقیقه تبدیل کنین، میتونین اینو به ثانیه تبدیل کنین. من اینو ضرب در 60 اش میکنم تا بالا به ثانیه تبدیل شد، هیچ فرق نمیکنه بچه ها. من یه معرفی کوتاه داشته باشم، یه روشی دارم بچه ها برای حل مسائل، بهش میگم روش سگام. این روشی که انشالله بعداً اگه در کلاس معمولی بهتون خواهم گفت. اون روش بچه ها یه روش بسیار جامع و کامل هست که الان واقعا اینجا فرصت نیست تو این دو جلسه به شما درس بدم، بسیار بسیار جامع و همه چیز اونجا در حل مسائل یاد میگیریم. ببین بچه ها 50% سوالات کنکور حل مسئله است و من روی حل مسئله خیلی 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 تاکید میکنم و همه مسائل رو به شما یاد میدم چجوری حلش کنین. الان بچه ها به صورت ضمنی اینا دارم یاد بهتون میدم که چیکار بکنین، ولی ان شاءالله با روش سگام به راحتی این حل میشه. تو روش سگام بچه ها فوق العاده ما این مسائل رو راحت حلش خواهیم کرد بچه ها. پس من میتونم بگم بچه ها توی یه دقیقه 0.4 مول، تو 300 ثانیه چقدر بچه ها؟ خب حالا ایکسی که به دست میاد برای چی به دست میاد بچه ها؟ برای اسم مول به دست بیاد. بعد به چی با تبدیلش کنیم؟ به گرم تبدیل کنیم. ایکس برابر میشه با چقدر؟ ایکس برابر میشه با 300 ضرب در 14 تقسیم بر چند بچه ها؟ تقسیم بر 60، درسته؟ این میشه چقدر؟ 88 گرم. جواب آخرش میشه 88 گرم. بچه این به روش سگام خیلی خیلی ساده تر میشه حل کرد. دوست دارین به روش سگام براتون حلش کنم این سوالو؟ میخوان بچه به روش سگام اینو براتون حلش کنم؟ خب به روش سگام بچه همینو به روش سگام اگه بخوام حلش کنیم اینجوریه. نگاه کنیم جان، خب نه بگیرم بچه ها بگیرم شو گفتن دیگه. خب بچه دقت کنیم، میخوام به روش سگام براتون حل کنم. آر CO2 رو چند داده بود بچه ها؟ آر CO2 رو داده بود 0.4 مول بر دقیقه. بچه ها به روش سگام اینجوری میشه، نگاه کنین، اینجا می‌نویسین زمان و اینجا می‌نویسین CO2، گام اول، گام دوم، گام سوم. خب هر یه دقیقه 0.4 مول، این گام اول، هر یه دقیقه و 300 ثانیه اینو ضرب در 60 اش میکنیم، 0.4 ضرب در 44 گرم x. بچه این روش سگام هست.
یعنی بچه‌ها گام اول نسبت مورد نوشتم، گام دوم بچه‌ها این کمون دقیقه است، به جای مول گرم گذاشتم چون من گرم می‌خواستم و در واقع این تناسب رو حل کردم. جواب این بچه‌ها میشه 88 که جواب سوال بچه‌ها. این روش سه گام، اینو در همه مسائل سینتیک و همچنین ترمودینامیک تو مسائل خود استوکیومتری همه جا ازش استفاده خواهیم کرد. روش سه گام برای حل مسائل استوکیومتری که تو سینتیک هم ازش چیکار می‌کنیم استفاده می‌کنیم و بسیار بسیار جامع و جالبه. ان شاءالله در آینده اگه ان شاءالله توی مجموعه ما بودید براتون حتما این قسمت رو کامل بهتون درس میدم. سال 5 بچه ها. خب در واکنش سوختن اتان اگر سرعت متوسط مصرف گاز اکسیژن بچه ها 0.02 مول بر ثانیه است، پس سرعت داده، سرعت چه مادی رو داده؟ اکسیژن. پس آر او دو رو داده. چقدر داده بچه ها؟ داده 0.02، داده 0.02 مول بر ثانیه. خب در مدت زمان 2 دقیقه چند لیتر گاز اکسیژن در شرایط استیپی تولید میشه؟ بچا دقت کنید، لیتر گاز اکسیژن در شرایط استیپی، سرعت اکسیژن داده، اطلاعات اکسیژن خواسته، پس نیاز به معادله نداریم. بچا از روش سگان برم یا از همون روش تناسبی گفتم جان؟ باشه باشه باشه، پس دومیش مهمتره. باش بچه ها لطفا میگه از سگان برم یا تناسب یا هر دوتا بچه ها از هر دو میرم. اول از روش تناسب بچه ها. این به ما چی میگه؟ الان به ما چی میگه؟ میگه بچه ها هر یه ثانیه 0.02 مول بچه ها اکسیژن تولید خواهد شد. خب حالا چقدر داریم بچه ها؟ حالا که ما 2 ضرب در 60 ثانیه داریم میشه چقدر؟ خب من مولش رو به دست میارم بچه ها، 2 ضرب در 2 ضرب در 60 میشه 4 6 تا 24 تا، درسته 24 تا. چند تا ممیز داریم؟ یه ممیز میشه 2.4 مول. پس بچه ها ما 2.4 مول اکسیژن تولید خواهد شد تو این مقدار بچه ها، تو این فاصله. حالا چی خواسته؟ لیتر خواسته. لیتر اکسیژن میشه چقدر بچه ها؟ 2.4 ضرب در 22.4 لیتر. اینم جواب سوال. این روش تناسبشه، یعنی یه تناسب هست، من به مول رسیدم، بعد مول رو به چی تبدیل کردم؟ به لیتر تبدیل کردم. این روش تناسبشه. روش خدمتتونش کنم که سگامش، روش سگام اینطوری میشه، نگاه کنید، بنویسین زمان به او دو، گام اول، گام دوم، گام سوم. یک ثانیه خدمتتونش کنم چقدر بود؟ 0.2 سرعت. بچا سرعت چقدر بود؟ 0.02 بود، 0.02 مول. خب یک ثانیه ما چی داشتیم بچه ها؟ 2 دقیقه داشتیم، چون این دقیقه از بالا ثانیه، اینو ضرب در 60 میکنیم. خب 0.02 ضرب در 22.4 لیتر ایکس. بچه نگاه کنید چیکار کردم، من به جای مول حجمشو گذاشتم. الان این جواب سوال هرچی شد بچه ها، ایکس میشه حجم اکسیژن تولید شده، این به ثانیه تبدیل شد، اینم به چی؟ به خدمات هاستان لیتر تبدیل شد. این به روش سگام که براتون گفتم و باش حل کردی استفاده کردیم. خب این هم بچه سوال 5 که براتون گفتم. خب قسمت اول بچه تموم شد، یعنی قسمت اول مربوط به سینتیک حل شد، یعنی قسمتی که ما مسائلی که حل میکردیم که نیاز به معادله نداشتن و من بدونی که به معادله لازم باشیم اینا رو حل کردیم. خب قرار شد که یه استراحت کوتاه داشته باشیم و بعد ادامه شد در ادامه بحث بگم. یه استراحت چقدر دقیقه بدیم؟ 10 دقیقه. خوبه یا زیاده بچه‌ها؟ خیلی زیاده. ولی چقدر بچه‌ها؟ 10 دقیقه. باشه، چون شما این دیگه به خاطر شما دیگه کارش نمیشه کرد. بچه‌ها یه 10 دقیقه استراحت کنین و خدمت هاست کنم زودی برگردین. منم اینجا یه استراحت کوتاه میکنم، باز ادامه میدیم با هم دیگه. مرسی بچه‌ها. خوبه انشالله که استراحت کرده باشیم بچه ها و حالا آماده این ادامه بحث رو خدمتتون بگم. خوب دقت. خب دقت کنید بچه ها، ما یه بحث خیلی جالب داریم توی این قسمت که میخوام براتون توضیح بدم، نسبت سرعت ها در واکنش های شیمیایی. نسبت سرعت ها در یه واکنش شیمیایی چی هست؟ همه با من همراه باشیم. خب گوش بدین بچه ها، ما یه واکنش شیمیایی داریم، اندو به اضافه 3 تا H2 گاز میدهد 2 تا NH3 گاز. نگاه کن بچه ها، اندو به اضافه 3 تا H2 میشه 2 تا NH3. خب ما همونطور که تو استوکیومتری خوندی بچه ها، در هر واکنش شیمیایی یک نسبت مولی داریم. این نسبت مولی چی هست بچه ها؟ میگه هر 1 مول نیتروژن با 3 مول هیدروژن به ما 2 مول آمونیاک میده. بچه ها این نسبت مولیه.
نسبت مولی بچه میگه مواد با چه نسبت مولی با هم واکنش میدن و با چه نسبتی تولید میشه. خب حالا یک اصل مهم توی سینتیک داریم بچه ها که من خدمتتون میخوام بگم و اونم اینه که زمان سپری شده برای تمام مواد واکنش یکسانه. یعنی اگه این واکنش بچه 10 دقیقه طول کشیده انجام شده، این 10 دقیقه مال نیتروژن و هیدروژن و آمونیاک هر سه تا یکسانه. نباید فکر کنید که مثلا زمان مصرف نیتروژن با زمان مصرف هیدروژن فرق میکنه یا زمان تولید آمونیاک متفاوته. زمان برای همه اجزا یکسانه. زمان کارنامت میذاریم و واکنش شروع میشه برای همه یکسانه. پس من میتونم یه کار جالب انجام بدم. چیکار کنم بچه‌ها؟ بیام و بچه‌ها نسبت مولی رو بر زمان تقسیم میکنم. اگه من نسبت مولی رو بر زمان تقسیم کنم میشه چی بچه‌ها؟ 1 مول بخش بر زمان، 3 مول بخش بر زمان، 2 مول بخش بر زمان. بچه ها جالب شد، این نسبت سرعته، این نسبت سرعت بچه ها. یعنی بچه ها نسبت مولیمون نسبت سرعت شد. بچه ها مول این 3 برابر اینه، سرعتش هم 3 برابره. مول این 2 برابر نیتروژنه، سرعتش هم 2 برابره. و همین خاطر من میتونم میگم سرعت مصرف هیدروژن 3 برابر نیتروژنه، سرعت تولید آمونیاک 2 برابر آمونیاک نیتروژنه، سرعت آمونیاک 2/3 برابر هیدروژنه، سرعت هیدروژن 3/2 برابر آمونیاکه. و به عبارتی بچه ها میتونیم یه نتیجه جالب تر بگیریم، هرچه ضریب استوئیکیومتری یک ماده در یک معادله بیشتر باشه، سرعت مصرف یا تولید اون ماده بیشتر خواهد بود. مثلا الان بچه‌ها ضریب استوئیکیومتری 3 سرعتش هم مثلا بیشتره، ضریب استوئیکیومتری 1 سرعتش اصلا کمتره. پس لطفا بگین هرچه ضریب استوئیکیومتری بیشتر باشه، سرعت مصرف یا تولید اون ماده چی خواهد بود؟ بگین لطفا. سرعت مصرف یا تولیدش بیشتر خواهد بود. هرچه ضریب استوئیکیومتریش کمتر باشه، سرعت مصرف یا تولیدش کمتره. خب با توجه به این بچه ها ما میتونیم نسبت های سرعت رو بنویسیم. چطوری؟ نگاه کنیم بچه ها، ما میخوام نسبت های سرعت رو بنویسیم. ببینیم، خب می‌نویسیم N2 به اضافه 3H2 میده 2NH3. من میتونم میگم بچه R N2 1/3 R H2. R N2 بچه R N2 1/3 R H2. میتونم بگم R H2 سه برابر R N2. نگاه کنید این سه برابر اینه، این 1/3 این بچه ها. یا تو ماشه سرعتی این بیشتر بوده بچه ها، R هیدروژن سه برابر نیتروژن بچه ها. خب میتونم بگم بچه ها R N2 1/2 R NH3 است، یا میتونم بگم R NH3 بچه ها 2 برابر R N2. خب سرعت آمونیاک 2 برابر اینه، یا این 1/2 اینه است بچه ها. خب میتونم بگم بچه ها، میتونم بگم R H2 3/2 R NH3 است، یا میتونم بگم R NH3 2/3 R H2. خب اینا چجور سریع بگیم بچه ها؟ شما سرعت هر ماده رو خاصی نسبت به ماده دیگه بگیم، ضریب خودش سرعت قرار میگیره، ضریب اینم مخرج قرار میگیره. الان این 1/3 اینه، این 3/2 اینه، این 2/3 اینه، این 2 برابر اینه. نگاه کنید ما سرعت ها رو نوشتیم. پس ما برای هر معادله میتونیم نسبت سرعت ها بنویسیم بچه ها. بینا میگیم نسبت سرعت ها، بینا میگیم نسبت سرعت. بچه با نسبت سرعت ها آشنا شدید؟ با نسبت سرعت آشنا شدیم؟ آفر، این نسبت سرعت بچه ها. پس ما در هر واکنش نسبت سرعت ها رو بلد هستیم. خب بیام سراغ بچه ها ادامه بحث. ببینیم ما در اینجا نسبت سرعت ها رو براتون نوشتم، یه تعدادی از این نسبت ها رو براتون اینجا آوردم که میبینین بچه ها، این نسبت ها رو اینجا براتون نوشتم و بعدا انشالله باز توی فیلم میتونین ببینین. خب حالا هر چه ضریب استوئیکیومتری هم بیشتر باشه، این سرعت چی خواهد بود؟ بیشتره. بیام سراغ سوال 6. گفته در واکنش انفجار نیتروگلیسین سرعت کدام ماده، سرعت تولید کدام ماده اسم بیشتر و سرعت کدام ماده اسم کمتره بچه ها. خب ما میخوام بیشترین سرعت رو پیدا کنیم، اینه، این ماکسیموم سرعت رو خواهد داشت و این مینیموم سرعت رو خواهد داشت. چرا این ماکسیمومه؟ چون ضریب استوئیکیومتریش اسم بزرگتره. این چه مینیمومه؟ چون ضریب استوئیکیومتریش اسم چیه؟ کمتره. برای هر واکنش میتونیم چیکار کنیم بچه ها؟ به دست بیاریم که کدوم کمتر و کدوم بیشتر هستش. خب بیام سراغ سوال 7. این سوال بچه‌ها سوال خیلی مهمیه، خواهش می‌کنم با دقت گوش بدین تا اون رو یادش بگیریم بچه‌ها. لطفاً نگاه کنیم. آماده این؟ خب گفته در واکنش تجزیه پتاسیم کلرات، دقت کنید، گفته در واکنش تجزیه پتاسیم کلرات اگر در مدت 20 ثانیه از شروع واکنش 6.4 گرم اکسیژن تولید شود، سرعت متوسط مصرف پتاسیم کلرات به حسب مول بر ثانیه چقدر خواهد بود؟ اولین نکته که می‌خوام بهش توجه کنیم بچه‌ها، سرعت دادی یا سرعت خواسته؟ تایپ کن لطفاً. سرعت دادی یا سرعت خواسته؟
آفرین، سرعت رو خواسته، چون سرعت مصرف پتاسیم رو در حسب چه واحدی مول بر دقیقه. پس شما بچه تو ذهنتون بگین سرعت مصرف پتاسیم کلرات رو خواسته، یعنی آره کاسیل اوسه رو ما میخوام به دست بیاریم، آره کاسیل اوسه. خب سوال بچه ها، آیا اطلاعات کاسیل اوسه رو داده یا اطلاعات مادی دیگر داده؟ اطلاعات کدوم ماده رو داده؟ اطلاعات اکسیژن رو داده. اگه نگاه کنیم بچه ها، اینجا الان اطلاعات اکسیژن داده. خب ببینیم بچه ها، اطلاعات اکسیژن داده ولی سرعت کاسیل اوسه رو خواسته. پس ما نیاز به معادله داریم. خب خود سوال معادله رو به شما میده بچه ها، معمولا توی آزمون ها و توی کنکور بچه ها معادله رو به شما میدن و فقط شما باید موازنه کنین، که فعلا من چون هدفم موازنه نبوده معادله رو موازنه شده بدم. خب برای حل این سوال بچه ها ما نیاز به استوکیومتری داریم. یه چیزی بچه ها تو ذهنتون تثبیت کنین، اگر شما سرعت کاسیل اوسه رو میخواین خب باید اطلاعات کاسیل اوسه رو داشته باشیم. خب به همین خاطر روش متداول و معمول اینجوری بچه ها میگن اول برین سراغ استوکیومتری، از اطلاعات اکسیژن برین به اطلاعات کاسیل اوسه، یعنی بچه ها رو درگیر استوکیومتری میکنن و بعدش مسئله سینتیک رو حل کنین. ولی چون درگیر استوکیومتری میشن بچه ها تو حل مسائل با مشکل مواجه میشن. حالا روشی که من به شما میخوام بگم متفاوته. به چه صورت؟ اینکه ما نمیایم بچه ها خودمون رو درگیر استوکیومتری بکنیم، همیشه با سینتیک کار میکنیم. چطوری؟ خیلی ساده است. سرعت کدوم ماده رو میخوایم؟ کاسیل اوسه. اطلاعات کدوم ماده رو داده بچه ها؟ لطفا نگاه کنین، اطلاعات کدوم ماده رو داده؟ اطلاعات اکسیژن رو داده. خب چون سرعت کاسیل اوسه خواسته، اطلاعات اکسیژن خواسته، من سرعت شد نسبت به اکسیژن میسم، میشم دو، میشه 2/3 آر او2. نگاه کنین، آر کاسیل اوسه 2/3 آر او2. خب واحد آر کاسیل اوسه به حسب چی واحدی خواسته؟ آرشو بر حسب مول بر دقیقه. خب پس بچه‌ها من میام سرعت اینو بر حسب مول بر دقیقه به دست میارم، ضرب در 2/3 میکنم، میشه سرعت کاسیل اوسه همین. لذا این برابر میشه با 2/3. خب آر او دو چقدر؟ او دو داشتیم 6.4 گرم تقسیم بر 32 مول، این که مولشو بچه ها. زمان دقیقه بچه ها چقدر زمان داشتیم؟ 20/60 دقیقه. تموم شد بچه ها. نگاه کنیم، ما سرعت آر او دو رو به دست آوردیم، ضرب در 2/3 کنیم، میشه آر کاسیل اوسه همین. کل استوکیومتری در داخل خود سوال قرار گرفت و فقط خفیه ما الان چیکار کنیم بچه ها؟ جواب این سوال رو به دست بیاریم. یعنی جواب این بچه ها این که میشه 2/10، اینم که میشه 1/3 بچه ها. این میشه 2/10، اگه زر جواب بچه ها این میشه 2/10 و اینم که میشه چقدر بچه ها؟ 1/3، که با هم ساده میشن. پس بچه ها برای این سوال دیدیم چقدر ساده اینو حلش کردیم. متوجه شدیم بچه ها چطور شد؟ ما برای حل سوال لازم نیست خودمون رو درگیر استوکیومتری کنیم، از خود سینتیک استفاده میکنیم و مسائلش رو حل میکنیم. اوکی؟ خب انشالله که خوب فهمیده باشیم بچه ها. خب حالا سوال بعدی رو میخوام با هم حل کنیم بچه ها. متوجه شدین دیگه جواب سوال خودتون به دست بیاریم بچه ها و کار خاصی نداره. بریم سوال بعدی که وقتمون کمتر گرفته بشه. سوال 8 بچه‌ها. گفته در واکنش سدیم با آب، اگر در مدت زمان 5 دقیقه، خب 44800 میلی لیتر گاز هیدروژن در شرایط استیبی طور میشه بچه‌ها. الان اطلاعات هیدروژن رو داده. خب سرعت متوسط مصرف سدیم به حسب مول بر ثانیه چقده؟ الان سرعت من سدیم رو خواسته ولی اطلاعات هیدروژن رو داده. خب پس شما سری بچه‌ها میگین من سرعت سدیم میخوام، آر ان آر میخوام، اطلاعات هیدروژن دادم، پس این دو تا آر هاشتویه، پس سرعت سدیم دو برابر آر هیدروژنه. خب این برابر میشه با 2/2. خب حالا من واحدش یادم رو بزنم بچه ها، واحدش چی خواسته؟ مول بر ثانیه. خب پس اینو بچه ها بر حسب مول بر ثانیه به دست میارم، میشه 2/2. خب چقدر هیدروژن تولید شده؟ 44800 تقسیم بر 22400 مول. زمان بچه ها ثانیه میخواد، ما چقدر داشتیم؟ ما 5 دقیقه داشتیم، 5/60 ثانیه. نگاه کنیم بچه ها، من الان آر اودو رو آر هاشتو رو به دست آوردم، این آر هاشتویه، ضرب در 2 میشه آر اینا. پس عملا استوکیومتری خیلی درگیرش نشین بچه ها، از خود نسبت سرعت رو استفاده کنین تا به راحتی بتونین سرعت رو سوالا رو چیکار کنین حل کنین. من تونستم از آر اینا به آر هاشتو، از آر هاشتو به آر اینا برسم. اوکی؟ خب بسیار عالی بچه ها، متشکرم عزیزم، خیلی به من انرژی میدین، آفرین بچه ها. 1/75، مرسی بچه ها. دیگه من رو جوابش الان 1/75 مصومه. مرسی که جوابشو دادین، متشکرم فاطمه و نرگس و بچه های دیگه شهرام. صفحه قبل بچه ها لطفا اگه میخوان یه عکس بگیرین لطفا عکس بگیرین، من فکر خب عکس بگیرین لطفا. صفحه قبل براتون میارم، این صفحه قبل بچه ها. سوال ببخشید صفحه بعد رفتم، اینم سوال 7 بچه ها. سوال 7 خدمت تاسو کنم که اینم عکس بگیرین، اگه عکس گرفتین من ادامه بدم. متشکرم زکریا،
مرسی ستاره. سال 6 ها، سال 6 هم میخوان باش. اینم سال 6. سال 6 بچه‌ها فقط گفتم بودیم بیشترین و کمترین کدوم. خب رد بشیم. سال بعدی. خب بچه‌ها لطفاً سال بعد خوب دقت کنیم. خب سال 9. سال 9 دقت کنیم بچه‌ها. گفته دی نیتروژن پنتا اکسید طی واکنش زیر تجزیه میشه، مادر داده. اگر سرعت متوسط تولید نیتروژن دی اکسید 0.8 مول بر دقیقه باشد بچه‌ها. الان سرعت داده، سرعت کدوم مادر داده بچه‌ها؟ دی نیتروژن پنتا اکسید. در مدت زمان 90 ثانیه چند لیتر گاز اکسیژن تولید خواهد شد؟ نگاه کنید بچه‌ها، گفته چند لیتر گاز اکسیژن تولید میشه. خب توجه کنید، سرعت داده یا سرعت خواسته؟ سرعت داده. سرعت کدوم ماده رو داده؟ دی نیتروژن بچه ها، نیتروژن دی اکسید داده، ببخشید نیتروژن دی اکسید یعنی NO2 داده. اطلاعات کدوم ماده رو خواسته؟ اطلاعات اکسیژن رو خواسته. خب فکر کنید بچه ها، اگر شما سرعت NO2 دارین، خب اطلاعات NO2 رو به دست میارین. اگر شما مقدار اکسیژن رو میخواین، باید سرعت اکسیژن رو به دست بیارین. این تو ذهنتون تثبیت کنین، شما اطلاعات و مقدار هر ماده رو بخواین، باید سرعت همون ماده رو داشته باشین. چیکار کنیم؟ یه کار خیلی ساده، نگاه کنیم بچه ها. میخوام یه کار قشنگ انجام بدیم. یه دقیقه ببینیم بچه‌ها جای وایت بورد. خب وایت بورد لطفا همه جواب بدین. نگاه کنیم بچه‌ها، من میگم اندو به اضافه 3 تا هاش 2 میده 2 تا ان هاش 3، ببخشید میشه 2 تا ان هاش 3. خب اول بچه‌ها، خب من میشم میگم سرعت این 0.2 مول بر ثانیه است. خب اگر سرعت این 0.2 مول بر ثانیه، این مگه 3 برابری نبوده؟ پس میشه 0.6 دیگه، فکر کردن نداره. این میشه 0.4، واحدش هم که همونه. لذا اگر سرعت یه ماده رو داشتین، سری سرعت‌های بعدی رو با توجه به نسبت استوکیومتری بگید. بگید این 3 برابرشه پس این 0.6، این 2 برابرشه پس 0.4. نگاه کنید بچه ها، لطفا جواب بدین. من به شما میگم که 2 تا NO2 و 5 خدمت شما کنم که تبدیل شده به 4 تا NO2 به اضافه O2. خب من میگم سرعت این بچه ها هست 0.4 مول بر دقیقه بچه ها، لطفا مول بر ثانیه. این 0.4 مول بر ثانیه، سری بچه ها سرعت NO2 چقدر خواهد بود؟ سری بچه ها بنویسین. آفرین، این 2 برابرش میشه 0.8 مول بر ثانیه. بسیار عالی بچه ها، لطفا میگه سرعت O2 چقدر خواهد بود؟ سرعت O2 آفرین 0.2 نصفشه، میشه 0.2 مول بر ثانیه. ببینید شما وقتی سرعت دارین 0.4، خب این 2 برابرشه میشه 0.8، این نصفشه پس میشه 0.2. لذا دقت کنید، اگه در یک واکنش سرعت یه ماده رو داشتین، هر کدوم از مواد دیگر خواستین سرعت رو به دست میاریم. بیایم سراغ سوالی که حل میکردیم. سوالی که داشتیم حل میکردیم کجا رفت؟ اینجاست، گمش کردم. اینجاست. خب بچه‌ها سرعت رو داریم حل می‌کنیم. خب لطفا میگه سرعت کدوم ماده رو داده؟ 0.8 NO2 داده بچه‌ها، 0.8. واحدش چیه؟ مول بر دقیقه. مول بر دقیقه. ببینید الان سرعت این 0.8 مول بر دقیقه. شما اطلاعات کدوم ماده رو می‌خواید؟ اکسیژن. پس شما سرعت اکسیژن می‌خواید. لطفا همه تایپ کنید. پس سرعت اکسیژن چقدر خواهد بود اگه این 0.8 باشه؟ سری لطفا. میشه آفرین هانیه، میشه 0.2. آفرین. این میشه 0.2 مول بر دقیقه. چرا 0.2؟ چون 1/4 اینه، اگه این 0.8 این 0.2 خواهد بود. همه فهمیدین چرا بچه سرعت اکسیژن شد 0.2؟ لطفا جواب بدین. همه فهمیدین؟ آفرین. خب من وقتی سرعت اکسیژن رو دارم، خب حالا دیگه تناسب می‌بندم دیگه. حالا یه تناسب می‌بندم، هر یه دقیقه بچه‌ها 0.2 مول اکسیژن تولید میشه. حالا که من چقدر دارم بچه‌ها؟ 90 ثانیه دارم. چقدر؟ خب اینو ضرب در 60ش میکنم، مول به دست میاد بچه‌ها. این مولی که به دست میاد آ مول میشه مقدارش. حالا بعد چی خواسته؟ لیتر خواسته. لیتر O2 برابر میشه با آ ضرب در 22.4 لیتر. ببینید قسمت مهمش اینجا بود که شما سرعت NO2 رو به O2 تبدیل کردیم، بعد مثل قبل تناسب بستیم. اوکی بچه‌ها، عالی. خب پس ما اینجا در واقع قسمت قبل اینجاش که مثل تکرار قبلی، شما سرعت ها رو یک ماده رو داشتین، یک کنار ماده دیگر رو باید بچه به همین صورت داشته باشین. خب لطفا اگه میخوان عکس بگیریم و من ادامه بدم. ادامه بدم؟ آماده این؟ خب سال 10 لطفا نگاه کنید. گفته در واکنش تولید آمونیاک از گاز هیدروژن و نیتروژن، اگر سرعت متوسط مصرف نیتروژن 1.5 مول بر دقیقه باشه، سری بچه‌ها زیرش می‌نویسم 1.5 مول بر دقیقه.
خب حالا برای تولید 3 و 14 گرم آمونیاک چند ثانیه زمان لازمه؟ لطفا بگین بچه ها الان اطلاعات کدوم ماده رو میخواد؟ آمونیاک. پس شما سرعت کدوم ماده رو لازم دارین؟ آمونیاک. بچه ها لطفا همه تایپ کنین سرعت آمونیاک چقدر خواهد بود؟ آفرین معصومه، آفرین معصومه، میشه 3، آفرین، میشه 3 مول بر دقیقه. خب وقتی شما سرعت آمونیاک رو دارین، خب دیگه تناسب می‌بندین دیگه، هر یه دقیقه بچه ها 3 مول آمونیاک تولید میشه. خب حالا که ما بچه ها 3 و 14 گرم، بچه این از 3 گرم بریم خیلی راحت هم میشه حلش کرد، ولی خب بچه ها این الان مول این گرمه، بچه ها من این بعد به مول تبدیل کنم بعد تناسب ببندم دیگه. خب یک مقداری با 3 گرم خیلی قشنگ میشه، با 3 گرم حلش کنم بچه ها خیلی جالب تره. این با 3 گرم حلش کنم، با 3 گرم بچه ها ببینید چقدر قشنگ میشه با 3 گرم. واقعا 3 گرم قدرتمنده بچه ها. حتی اگر بچه ها نخواستین کلاس در واقع این شیمی رو کامل بیان، ولی سگامو حتما بچه ها پیشنهاد میکنم که سگامو تهیه کنین و ازش استفاده کنین. خب چی می‌نویسیم بچه ها؟ می‌نویسیم اینجا زمان، اینجا هم آمونیاک. خب گام اول، گام دوم، گام سوم. خب 1 دقیقه 3 مول، 1 دقیقه چقدر داشتیم بچه ها؟ x ثانیه میخوایم، اینو ضرب در 60 میکنیم، 3 ضرب در 17 گرم جرمونی آمونیاک 17 است بچه ها. x نه چه x گذاشتم 3 و 14 گرم. خب تموم شد. ببینیم بچه ها، خب توجه کنید من این مول رو به 17 نیم به جای مول 17 گرم گذاشتم، چون میخوام زیرش گرم بذارم بچه ها. خب الان اینجا x به اصل ثانیه به دست میاد بچه ها. چرا ثانیه به دست میاد؟ چون 60 رو ضرب در این دقیقه ضرب در 60 گرم، این مستقیما به اصل ثانیه به دست میاد و اینجا الان دیگه هیچ تبدیل نداره. ما تو روش سگام وسط کار هیچ محاسباتی انجام نمیدیم، فقط سگام می‌نویسیم آخر x رو به دست میاد. x میشه 60 ضرب در 34 تقسیم بر 3 ضرب در 17 که جوابش رو چیکار می‌کنیم؟ به دست میاریم. خب پس این بچه ها روش حل مسائل این قسمت که براتون گفتم و باش آشنا شدیم. خب تا اینجا اوکی شد بچه ها؟ همه فهمیده چطور شد؟ بسیار عالی. خب یک مطلب دیگه بخوام بگم برای امروز تو بچه ها تا این قسمت کامل بشه و برای امروز کافیه دیگه، چون بهرام ما رمزون هم هست، نمیخوام خیلی خسته بشین. مرسی عزیزم، مرسی زکریا و همه بچه‌های خوب، متشکرم. با اینکه به هر حال خسته بودم ولی واقعا انرژی گرفتم از کلاستون و واقعا خیلی کلاس خوبی بود. بچه‌ها 11 ام پر انرژی، هم جواب میدین هم در واقع پیام میدین و این بسیار بسیار عالی بود. میدونین وقتی میای اینجا یک کلاسی داری هیچکس حرف نمیزنه، اصلا جور نشستی نمیدونی مثلا برای کی حرف میزنی، واقعا خوب خسته کننده است. بسیار عالی بود، آفرین. خب بچه‌ها بحث آخری که میخوام بهتون بگم یه بحثی هست تحت عنوان سرعت واکنش، لطفاً با من همراه باشید. سرعت واکنش بچه دقت کنیم، من براتون می‌نویسم اندو، یه خود بالاتر بنویسم بچه اینو، من اینجا براتون می‌نویسم اندو به اضافه 3 تا 8 میده 2 تا ان 8. خب لطفا جواب بدیم، من میگم سرعت اندو 3/10 مول بر ثانیه است. بچه سرعت اندو 3/10 مول بر ثانیه، لطفا سریع بگین سرعت هاشتو چقدر خواهد بود؟ خواهش میکنم مسعود جان، سرعت هاشتو چقدر خواهد بود؟ 9/10، آفرین، 9/10 مول بر ثانیه. سرعت آمونیاک چقدر خواهد بود؟ مرسی بچه، سرعت آمونیاک چقدر خواهد بود؟ 6/10، بسیار عالی. ببین بچه ها، پس اگر این 3/10 باشه این میشه 9/10 و این میشه چقدر؟ 6/10. این سرعت هر کدوم از این چی هست بچه ها؟ سرعت هر کدوم از این هاست، اینم مول بر ثانیه. پس بچه ها 3/10 مول بر ثانیه، 9/10 و 6/10. خب حالا میام یه کار جالب انجام میدیم، همه به تخته نگاه کنید بچه ها. من میام این رو بر ضریب استوکیومتری خودش تقسیم میکنم، میام 3/10 رو تقسیم بر 1 میکنم، این 1 اینجاست بچه ها، اینو تقسیم بر 1 کردم، همین بر ضریب استوکیومتریش تقسیم کردم. خب جواب این چند میشه؟ جواب این میشه 3/10. خب میام 9/10 بر ضریب استوکیومتری خودش تقسیم میکنم، یعنی میام 9/10 رو تقسیم بر 3 میکنم، جواب بازم میشه 3/10. اینجا میام بچه ها 6/10 رو تقسیم بر ضریب استوکیومتری خودش میکنم، بازم میشه 3/10.
مول بر ثانیه، مول بر ثانیه، مول بر ثانیه. بچه دیگه کنید من جایی وسطاش خط بکشم تا قاطی نشه اینا با هم دیگه. خب نگاه کنین، من سرعت هر کدوم بر ضریب است تکون خودش تقسیم کردم به یک عدد یکسان رسیدم، 0.3، 0.3، 0.3. به این سرعت بچه‌ها میگیم سرعت کل واکنش. لطفاً کاری که من میگم حتما همیشه انجام بدین، یه آکولات باز کنین بچه‌ها بالای کل واکنش اینجوری و بنویسین آر واکنش مساوی با 0.3، واحدش هم همون واحد قبلی، مول بر ثانیه. ببین میگه بچه آر واکنش، وقتی میگین آر واکنش بار کل واکنش بچه مثل کل یک کارخونه در نظر بگیرید، میشه کل اون واکنش. پس ما در هر واکنش شیمی یک آر اجزا داریم، یک آر واکنش داریم. هر کدوم از اینا آر واکنش، آر جزء هست، اینا آر کل هستن. چطوری ما به آر واکنش میرسیم؟ سرعت هر کدوم از اجزا رو بر ضریب استوکیومتریش تقسیم کنیم به سرعت یکسان میرسه بچه‌ها. و جالبه سرعت واکنش برای همه یکسانه، اینجا هم 0.3، اینجا هم 0.3، اینجا هم 0.3، یعنی برای همشون یکسان به دست اومده، همه 0.3. نگاه کنید اینم 0.3، اینم 0.3، اینم 0.3. خب با این ترتیب بچه‌ها من میتونم بگم برای هر واکنش شیمی ما اینو داریم. اینجا چون خودش شلوغ شده بچه‌ها، من میخوام از این صفحه رد بشم. اگه میخوان عکس بگیرین بگین لطفا، اگه میخوان عکس بگیرین از این صفحه عکس بگیرین. خب اوکی، گرفتین بچه‌ها؟ گرفتین؟ بسیار خب، لطفا با من همراه باشین. اینجا یه خود خلوت تر می‌نویسم، اندو به اضافه 3.2 میده 2.3. خب دقت کنیم، 0.3، 0.9، 0.6 مول بر ثانیه، مول بر ثانیه، مول بر ثانیه. خب الان این بچه ها آر اندویه، این آر هاشتویه، این آر انهاشسه است، آر واکنش 0.3 مول بر ثانیه. این قشنگ تر شد بچه ها. خب نگاه کنین، یک الان سرعت هاشتو 3 برابر اینه، 0.9 3 برابر بچه ها، سرعت آمونیاک 2 برابر این هست بچه ها، سرعت این اسمه بیشتره، سرعت این اسمه کمتره، اینا آر تک تک اجزا هستن. این آر واکنشه، آر واکنش متعلق به کل واکنشه، آر واکنش دیگه مال فرد خاصی نیست بچه ها، این میشه روش کلی بچه ها. حالا در مورد این چند تا نکته جالب دادیم. نکته اول، یک، سرعت بچه ها ماده ای که ضریب استوکیومتریش 1 با سرعت واکنش برابره، الان ضریب استوکیومتری 1 سرعتش با سرعت واکنش برابره. خب این نکته اول. نکته دوم بچه ها، سرعت واکنش از سرعت اجزا کمتر یا مساویه. لطفا نگاه کنید، سرعت واکنش از سرعت اجزا کمتر یا مساویه. الان 0.3 با 0.3 مساویه، از 0.9 کمتره، از 0.6 کمتره. چرا؟ چون ما سرعت اجزا رو بر ضریب استوکیومتری تقسیم میکنیم، لذا همیشه اینو در نظر داشته باشین که سرعت واکنش از سرعت کل از سرعت اجزا کمتره. نکته جالب آخر که خیلی خیلی مهمه میخوام براتون بگم اینه، لطفا نگاه کنید بچه‌ها، این سرعت اندوی، بله این مول، مول اندوی، این سرعت هاشتوی، بله این مول، مول هاشتوی، این سرعت انهاشسه است، بله این مول، مول انهاشسه است. لذا از روی سرعت اندو به مول اندو می‌رسیم، از روی سرعت هیدروژن به مول هاشتو می‌رسیم، از سرعت آمونیاک به مول انهاشسه می‌رسیم. بچه‌ها این مولی که تو سرعت واکنش می‌بینیم مول ماده خاصی نیست، از این مول به هیچ چی نمی‌رسیم بچه‌ها. لذا یه جمله خیلی مهم می‌خوام براتون بنویسم، با استفاده از سرعت واکنش شما هیچ وقت نمیتونین محاسبات سینتیک انجام بدین، هیچ وقت. شما همیشه بچه‌ها با سرعت واکنش، با سرعت واکنش هیچ وقت نمیتونین، باید بچه‌ها اگه سرعت واکنش به شما دادن به سرعت اجزا برسین بعد محاسبات سینتیک انجام بدین. این لطفا بهش توجه داشته باشین. خب حالا یک مطلب دیگه هم اینجا بگم بهتون، و یعنی یک چیز دیگه هم بهتون یاد بدم و بعد از این قسمت رد بشین. نگاه کنین دوباره من اینو بنویسمش، اندو به اضافه 3.2 میدیم 2.3. خب بچه‌ها ما نسبت سرعت‌ها ننوشتیم، حالا میخوام نسبت سرعت‌ها رو بیام با چی بنویسم؟ با آر واکنش بنویسم. خب ببینید چی می‌نویسم، میگم آر واکنش مساوی با آر اندوی، آر واکنش مساوی با آر اندوی، میگم آر واکنش مساوی با 1/3 آر هاشتوی، میگم آر واکنش مساوی با 1/2 آر
ان هاش سرد. بشه دقت کنید. آر واکنش با آر ان دو برابر، چون ضریب استوکی چیه که آر واکنش 1/3 آر هاش 2 1/3 میشه. آر واکنش 1/2 آر ان هاش 2 ان هاش سرد، چون ضریب استوکی 2. لذا ما برای تک تک بشه پس بین سرعت واکنش و سرعت اجزا میتونیم این رابطه رو بنویسیم و بهشون برسیم. متوجه شدید بچه‌ها اینو که براتون پایتخت نوشتم؟ بسیار عالی. خب حالا که یاد گرفتین مسائلش بسیار بسیار ساده است. نگاه کنید. خب اینجا ببینید. خب سرعت واکنش، چون چه بچه چنانچه سرعت‌های مصرف یا تولید هر واکنش رو بر ضریب استوکیومتریش تقسیم می‌کنیم به سرعت یکسانی می‌رسیم که بهش میگن سرعت واکنش. دو تا نکته براتون آوردم اینجا. نکته اول در هر واکنشی سرعت واکنش با سرعت مصرف یا تولید ماده‌ای که ضریب استوکیومتریش یکه برابره، که خدمتتون عرض کردم. نکته خیلی مهم دوم، با توجه به اینکه سرعت واکنش به ماده خاصی تعلق نداره و مربوط به کل واکنشه، نمیتوان با اون محاسبات سینتیکی انجام داد. حالا میخوام براتون مسئله حل کنم تا ببینین چه جوری هستش. نگاه کنین بچه‌ها. سال 11 در واکنش تجزیه N2O5 چنانچه به ازای بچه‌ها، چنانچه در بازی از زمان سرعت متوسط تولید NO2 1.2 مول بر دقیقه باشد. بچه‌ها سرعت تولید NO2 1.2 مول بر دقیقه است. پس این 1.2 مول بر دقیقه است. اینو خودش نوشته اینجا، ببخشید اینجا نوشته. خب باشد سرعت مصرف N2O5 و سرعت تولید O2 و سرعت واکنش محاسبه کنیم. خب اگه این 1.2 باشه بچه‌ها، این نصف بشه میشه 0.6، اینم 1/4 میشه 0.3. لطفاً همه جواب بدین. سرعت واکنش چقدر خواهد بود؟ تایپ کنید لطفاً. سرعت واکنش چقدر خواهد بود؟ بچه‌ها 0.3. آفرین. خب بچه زار الان تو این واکنش بچه مادی داریم که ضریب استوکیومتریش 1 باشه، بله اکسیژن، پس همین سرعت واکنش دیگه. پس من برای این یاکولات باز میکنم، مینویسم آره واکنش 0.3 مول بر دقیقه. هم ببینید بچه، اگر شما سرعت همه رو داشتین، اونی که ضریب استوکیومتریش 1 سرعت واکنش هم هست دیگه. پس وقتی اکسیژن 1 سرعت اینم 0.3. اگه فرض کنیم اینو نمی‌داشتیم، اگه فرض کنیم بچه اکسیژن رو نمی‌داشتیم، خب اینو تقسیم بر 4 می‌کردیم یا اینو تقسیم بر 2 می‌کردیم، که من اینو براتون حل کردم و چیز خاصی نداره. سال بعدی حل مسئله است. خب بچه دقت کنید سال بعدی رو. گفته در واکنش تجزیه دی نیتروژن پنتاکسید، اگر در مدت زمان 150 ثانیه، بچه ها 150 ثانیه، 11.2 لیتر گاز نیتروژن دی اکسید در شرط استیپی تولید شد. بچه ها الان مقدار اندو داده، اطلاعات اندو داده، تولید شود. سرعت متوسط واکنش به هر 3 مول بر دقیقه چقدره؟ لطفا همه جواب بدین. الان توی این مسئله بچه ها سرعت داده یا سرعت خواسته؟ لطفا تایپ کنید. سرعت داده یا سرعت خواسته؟ خواسته. سرعت چی رو خواسته؟ سرعت واکنش، سرعت کل. آفرین. سرعت واکنش. پس بچه‌ها مثل قبل بنویسین، آر واکنش مساوی با 1/4 آر ان او دو. بچه‌ها نگاه کنین، گوش بدین لطفاً. من آر واکنش رو می‌خوام. بگیم بچه‌ها آر واکنش از اینا کمتره، چون اطلاعات ان او دو داده، پس آر واکنش 1/4 آر ان او دوه. درست بچه ها؟ آره واکنش 1/4 آر اینو دویه. خب آره واکنش بچه ها به حسب چه واحدی خواسته؟ مول بر دقیقه. خب ما اینو به حسب مول بر دقیقه به دست میاریم، مثل قبل بچه ها، این قبل هیچ فرق نکرده. تقسیم بر 4ش میکنیم میشه آره واکنش، یعنی 1/4 مونه مثل قبل. نسبت سرعتش نوشته، این برابر میشه با 1/4 پرانتز. خب آر ان او 2 چقدر داشتیم؟ 11.2 تقسیم بر 22.4 مول. زمان بچه‌ها دقیقه، اینجا چقدر داشتیم بچه‌ها؟ 150 ثانیه، 150/60 دقیقه. بچه‌ها الان این چیه؟ آر ان او 2 تقسیم بر 4 میشه آر واکنش، میشه 500. مرسی عزیزم. مول بر دقیقه ببخشید. مول بر دقیقه. خب متوجه بچه شد؟ ما به راحتی آر واکنش هم به دست آوردیم. پس اگه آر واکنش هم خواستن، مثل همون مسائل قبلی ها، یه نسبت سرعت. حالا نسبت سرعت بین چی می‌نویسیم؟ بین آر واکنش و آر هر کدوم از ارزا می‌نویسیم. بچه سوال 12 رو اگر میخوان عکس بگیریم، بگیریم، من رد بشم. خب بسیار عالی. سوال 13 و
بچه ها خدمه برنید لطفا. سوال 13، نیتروژن دی اکسید طی واکنش زیر تجزیه می شود. اگر سرعت واکنش در شرایط معین 0.4 مول بر ثانیه باشد، سرعت دادی یا سرعت خواسته؟ همین لطفا، سرعت دادی یا سرعت خواسته؟ داده. سرعت چی رو داده؟ لطفا میگه سرعت چی رو داده؟ آفرین، سرعت واکنش. پس سری بچه ها یه آکولات باز کنین، بنویسین آره واکنش 0.4 مول بر ثانیه. ببینید بچه ها این به شما کمک میکنه که به کل واکنش فکر کنید، این میشه آره واکنش. خب حالا از شما چی خواسته؟ گفته در مدت زمان 4 دقیقه چند گرم نیتروژن مونوکسید. بچه ها الان اطلاعات کدوم ماده رو خواسته؟ اطلاعات نیتروژن مونوکسید. پس شما سرعت این ماده رو لازم دارین، شما سرعت اینو لازم دارین. خب سرعت این چند برابر واکنش؟ 2 برابره. پس سرعت این میشه 0.8 مول بر ثانیه. همین، نگاه کنید وقتی سرعت واکنش رو داده و اطلاعات NO رو میخواد، یا تو ماشه شما وقتی اطلاعات NO رو میخواین سرعت NO رو لازم دارین، پس سرعت NO 2 برابر اینه، پس میشه 0.8. خب حالا که اینو 0.8 دارین، یه سگام مینویسین یا یه تناسب حل میکنین. من دوباره از سگام حلش میکنم، اینجا مینویسم بچه ها زمان، اینجا مینویسم زمان، اینجا مینویسم NO، گام اول، گام دوم، گام سوم، هر یه ثانیه 0.8 مول. خب بچه ها 1 ثانیه چقدر زمان داریم؟ 4 دقیقه. اینو ضرب در 60ش میکنم، این که موله. 0.8 چی خواسته بچه ها؟ گرم. پس ضرب داره 30 گرم x. تموم شد. الان سوالش حل کردیم. فقط دیگه بچه اینجا فقط کافی بود آره واکنش ضرب در 2ش کنیم و بعدم یه سگام مثل قبل بنویسین و حلش کنیم. اوکی، متوجه شدین؟ این هم مسائل مربوط به سرعت واکنش. 5760 آیدین، مرسی ازم. 5760 گرم، بسیار عالی. خب خب بچه این بحثی که از اینجا بعد میاد یه خورده خدمت هاش کنم که یه بحث جدیدی هست که خدمت هاش کنم که اسلاید قبلی رو، بله اینو زکریا، خب بیا اینم سوال بعدی بچه. خب بحث بعدی بحثی هستش که خب نیاز داره که شما هم رفرش باشین، هم خسته نباشین و همین که وقت کافی داشته باشین بچه. برای همین من میخوام ادامه شو هفته آینده بگم که انشالله بحث سینتیک رو براتون جامع و کامل بگم. قبل از اینکه بچه ها کلاس رو تمام کنم، من بهتون بگم بچه ها توی بحث شیمی خب شما بایستی چند تا آیتم رو یاد بگیرین، کلا قدرت تجزیه و تحلیلتون بره بالا. بچه ها سوالو بخونن، تجزیه و تحلیل کنن، چی داده چی خواسته، کلا مهارت حل مسئله بچه ها یه مهارت بسیار بسیار جالب هست که شخص باید بتونه این کار رو انجام بده. که خب انشاءالله ما توی کلاسایی که انشاءالله توی بعد از کنکور برای بچه های 1401 خواهیم داشت بچه ها. خب اگه خواستین اطلاعاتی بیشتری داشته باشین یا با من بیشتر همراه باشین بچه ها، میتونین به پیج شیمی من توی اینستاگرام مراجعه کنین. به غیر از حالا کانال تلگرام، پیج شیمی من بچه ها در واقع آیدیش این هستش، میتونین بهش مراجعه کنین و اونجا من مطالب مختلفی از شیمی رو میذارم و بیشتر با هم دیگه ارتباط خواهیم داشت بچه ها. پیج شیمی من این هست بچه ها، مرتضا 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 آندرلاین محمدی آندرلاین شیمی. بچه ها مرتضی محمدی همش یه آندرلاین واسه بچه‌ها، اینا همش اصلا کلا پیج شیمی است بچه‌ها. و تو اونجا ما از روش سگان براتون مطلب گذاشتم، از سینتیکس مطلب گذاشتم، از درس‌های مختلف مطلب گذاشتم، میتونه بچه‌ها براتون مفید باشه یا لاغر تصمیم بگیرین که چیکار بکنین. ببین هدف ما چی است بچه‌ها؟ هدف ما آشنایی هستش. خیلی از موارد شده که متاسفانه مثلا بس که من با یه فردی برخورد می‌کنم میگه من نمی‌دونستم اینو، اصلا خبر نداشتم همچی چیزی رو و حالا تازه دارم متوجه میشم. هدف ما آشنایی بچه‌ها. وقتی هدف آشنایی، اصلا ما داریم شما رو آشنا میکنیم تا شما تصمیم بگیرین. ما داریم در واقع توانمندی های خودمون و همکار خودمون رو میگیم در همه زمین ها، تو همه درس ها.
لذا من میخوام بگم که همه بچههایی که برای این دوره به حال تصمیم گرفتن بیان، من توصیه میکنم همه بیان و به حال بحث کنکور خیلی خیلی بحث مهمتر از اینه. همونطور که ما وقتی میخوام یک وسیله بخریم میریم تجربه با چند نفر مشورت میکنیم، تحقیق میکنیم تا یک وسیله درست رو بخریم، اینجا هم دقیقاً همینه. اگه شما میخوان یک کاری انجام بدین مثل کنکور، باید انتخاب کنین در چه مسیر قرار بگیرین. حتی میتونین ببینین در واقع از جای دیگه، از مؤسسات دیگه، از هر کجا دوست داشتین فرق نمیکنه، برین بچا و کسب اطلاعات کنین و بعد تصمیم بگیرین در کدوم مسیر حرکت کنین که در پایان بگین آره من تصمیم درستی گرفتم. خب پیج شیمی من بچا که تو اینستاگرام هست بچا میتونه کمک کنه و اونجا در واقع دانش آموزای من هستن. پیج خود اصلی من بچا همینه، فقط با یه تفاوت کوچیک بچا، پیج اصلی خود من اینه، مرتضی سه تا آندرلاین محمدی، محمدی همین بچه. این پیج خودمه، این پیج خدمت رو کنم شیمیه. هر کدوم از اینا دوست داشتین میتونین برین تا بیشتر با این مجموع آشنا بشین، با کارهای من آشنا بشین بچه. اونجا میتونین خدمت رو کنم که خب تصمیم بهتر و درست‌تری بگیرین بچه. خب چون من گفته بودم بچه ها 5 تا 6 و نیم، حالا اگه لازم شد بیشترش بکنیم، من دیگه بر اساس همون بچه ها براتون برنامه‌ریزی کردم که ما رمزون خیلی خسته نشین و انشالله بتونین برنامه‌ریزی خوبی داشته باشین برای کلاساتون. انشالله هفته دیگه دوباره همین برنامه اجرا میشه، من ادامه سینتیکو بهتون میگم و سینتیکو کامل در واقع خواهم کرد براتون و شما در بحث سینتیک انشالله هیچ مشکلی نخواهید داشت. ما باقی مباحث هم که اگر انشالله اومدین و تو مجموعه ما بودین، خب من براتون از دهم شروع خواهم کرد و برای این کار بچه ها ما در واقع 3 تا کتاب داریم، هم دهم، هم یازدهم، هم دوازدهم، که من الان قسمتی از کتاب یازدهم رو به شما اینجا درس دادم که انشالله باهاش آشنا شدین. نمیدونم بچه ها از کلاس امروز چقدر استفاده کردین. انشالله که خدمتتون عرض کنم که فیلم امروز در اختیار مؤسسه است، من بهشون میگم اگر که لازم، اگه تونستن حتما در اختیارتون قرار میدم بچه ها. ولی بچه ها لطفا به پیج من مراجعه کنید، اونجا همه چیز رو پیدا میکنید. خب از همتون خدافظی میکنم بچه ها، شما رو به خدای بزرگ میسپارم. انشالله که از کلاس امروز استفاده کرده باشین و خدا نگهدارتون. خدافظ.